ممنون، دریافت شد. من عاشق گرم کن ماشینم. آقا عجب ماشینیه. حالا مطمئنی آوردنش اینجا؟ آره بابا، کلانتری محلشون همینه. خودم هم دو سه بار اومدم اینجا. واسه چی؟ آدم واسه چی میارن کلانتری؟ واسه هیچی. زورگیری، کفزنی، جیربری، علکی. خیلی خب، حالا باید چیکار کنم؟ هیچی دیگه، باید واسیم تا ولشون کنم بیام بیرون دیگه. ای بابا، شاید حالا الان نخواستم ولش کنه، تکلیف چیه؟ ولشون میکنن. آره بابا، تایشی تعهد میگیرن ولشون. آره بابا، شما از کجا میدونی؟ قبلا اینجا بودم دیگه. ای بابا، اوه چرا انقدر شلوغش میکنی تو هم؟ با این سوابق درخشانی که تو داری، ده دفعه مون تو بودی یادت نی. ای بابا داوود، خب جون بابا این صندلی خاموش کن دیگه، مردیم از گرما. وای یادم انداختی، من حالا که گرم کنه صندلی ماشینم. آقا ماشین خوبیه، ماشین خوبی، پلاگش عوض میکنم، نمره موتورش هم پاک میکنم، برمیدارم واسه خودم، هر جا خواستیم بریم با هم میریم. کجا میری؟ چی دیگه، برم این سرگوشی ها بدم ببینم چه خبره. تو کلانتری؟ آره دیگه. دیونه ای؟ آدم با پای خودش میره تو لونه زنبور؟ خب میرم اونجا میگم که چیز علکی، میگم که یه چیزمون گم شده، دزدیدن، اومدم اطلاع بدم. چه زشت، این بچه نونورا. آقا اجازه این هم کلاسیمونی بغل دستیمون زفت ماشینمونو برداشته، میشه بیان اونجا اوفز کنین؟ اه اه اه، من ننگه واسم بدون این که بگیرنم پامو بذارم تو کلانتری. خیلی خوب، شما نمیخواد بیان، من خودم میرم. برو ببین، سب کنم آدمیم. تو کجا میری؟ بابا یه خانوم باش باشه بهتره دیگه، تابلو نیست. برو، من همینجا منتظر میمونم. دیونه احمقم، باشم با اینا را بیفتم الک و الک علکی برم کلانتری. ابله میگه من دارم میرم، خواهر گلم ابلهتر از اون میگه منم باید میام. تو کجا میری؟ اصلا چه معنی داره تو هی بری؟ هر جا هم میخواد بره. خواهرم من کار احمقانه تو زندگیم زیاد کردم، ولی احمقانه ترینش. ترسیدی؟ نه پس تو نمیترسی؟ من چرا، من میترسم، ولی از مهندس بیشتر میترسم. کجا باید بریم حالا؟ باشی ببینم کجا سریتون رو انداختیم پایین داریم میرین ها؟ چه خبرت آقا؟ ببخشید مذارم میخوام، به کارتون منست. چه خبرت؟ تو از چی اومدی؟ به تو چند دلم خواهد؟ نفقت باشه با این جرف میزنی آقا، من یه چیزی بگیم. دفعه آخرت باشه که دفعه آخرت بسه دیگه، تمومش کن. باشه بریم ببینیم چی کار میتونیم بکنیم. دفعه آخرت باشه. سلام. سلام، خسته نباشید. بفرمایید. من میخواستم بگم که ما کیف من رو دزدیدن. یه شکایتنامه بنویس زیرش، مطابقات کیف رو ذکر کن بده بود. بله. پس یه ببخشید من اینو پر میکنم میارم خدمت. بریم برمیگردیم. باشه بشین این بر تو کلانتری، صدای منو در نیارم. خیلی خوب، بگی بشین، حرف نزن، بشین. یه مثلا ندیدینشو؟ نه. شاید اصلا اینجا نیمده باشم. اینجا رو سرتون خراب میکنم، چون ما همه رو نشتاختیم. والا خانم آروم باش دیگه، چیزی که نشده. چیزی نشده؟ چیزی نشده؟ بابا عروسی من به هم خورده، تو میگی چیزی نشده؟ آرومتر خانم، آرومتر، چرا داد میزنی؟ داد میزنم، خوب کاری میکنم، داد میزنم. اصلا دلم میخواد داد بزنم. مگه یه بیمارستانی که نتونم داد بزنم، از تو هم شکایت میکنم. اوکی با
به عروسی شما کاری نداشتیم. متهم و خواننده است که شاکی خصوصی هم داره. بفرمایید به عروسیتون برسید. بفرمایید. راست میگی جناب سروان. الان مهمونا نشستن منتظر ما. بیا بریم. ببین تو یک کلمه دیگه بخوای حرف بزنی یا من الان داغ مهریه‌مو می‌ذارم اجرا. فهمیدی؟ من نمیدونم آخه بابا عروسی بدون ساز و دهل میشه؟ تو خجالت نمی‌کشی؟ فقط فامیل خودت بدون ساز و دهل عروسی می‌گیره که من بخوام بگیرم. اصلا شدنیه. من به شما حق میدم. بله. بابا شما چی میگی؟ مثلا دهاداری نختری میکنی تا به تو چه؟ خانم محترم من که گفتم بهتون اگه کاری از دستم بر بیاد براتون انجام میدم. بدین. منتها آقا داریوش شما شاکی خصوصی داره با حکم جلب. من که نمیتونم متهم آزاد بکنم. شما اگه میخواید مشکلتون حل بشه برید دنبال رضایت شاکی. نفهمیدم من برم دنبال رضایت شاکی؟ بله خود شما. من با لباس عروس برم دنبال رضایت شاکی؟ بابا من خاک بر سر عروسم. ببین منو چقدر خوار کردی. آبروی منو بردی. آقا عروسی بدون ساز و دهل. آبروی. دوباره تکرار میکنم خانم دستگیری ایشون هیچ ربطی به عروسی شما نداره. بابا صد بار گفتی برو دیگه. میگم نمیدونم. یه لحظه بیا. چی؟ یه لحظه بیا. میخوام یه چیزی بهت بگم خوشحالت کنم. بگو بابا داغونم. تو دایی حمید منو میشناسی؟ آره. استدیو بسیار خوبی داره. خب ببین ما میریم اونجا دایی حمید من میخونه ما هم لذت میبریم. صداش هم 100 درجه بهتر از اون دیجیه. از همه چی مهمتر پول. پول نمیدی دایی حمید؟ آره. صداش خوبه؟ خیلی خوبه. یه دقیقه تو وایسه اینجا. ببخشید آقا تو فنگتونه یه دقیقه میشه. بله بابا میگم یه دقیقه تفنگه بده من دو تا گلوله خالی کنم تو سر این ببینه همه راحت شما دسته. خب بفرمایید بیرون لطفا دعواتونو بذارید بیرون. بفرمایید دایی همه بیرون این خانومه چرا اینجوری بود؟ من تصمیمم عوض شد ازدواج نمیخوام زن نمیخوام. نه بابا خواهر گلم اصرار نکن میگه الان من شرایطش رو قاسمی خواننده هر بردار بیار از اینجا میارمش. پاشو بیا اینجا. خیلی برو اون ور. ببخشید همراه آقای مرادی شمایی؟ نه به جان خودم مرادی کیه؟ باشه ببخشید. چه خبرت انقدر داری بود میخوری؟ عصبیم کردی؟ اصلا عادتش از بچه که هر بخواه استرس میگیره اینجوری میکنه. بچگیش یه خصوصیت خوبم داشته؟ بله داشتم. بله هزار تا خودت توش بگو. بگو دیگه سوال کردم بگو. بیجا میکنی تو کلانتری از من سوال میکنی؟ بله بله بس تمومش کنی. شرط رری هم داشته. چی؟ واقعا شب داشتی؟ بله تا 18 سالگی. بله شب داشتم، خوبم داشتم، خیالیه؟ حرفیه؟ نه چیزی داری بگی؟ نه از اون راه هستی، آوردنش. سلام دوست خوبم من. سلام شما آوردن اینجا؟ نه ما خودمون اومدیم. آره دیونه ایم. خب برای چی اومدی؟ به خاطر شما دیگه. به خاطر من؟ آره دیگه با دیدیم گرفتنت نگرانت شدیم پا شدیم اومدیم دنبالت. دبا رو چه حسابی؟ به خاطر کار خیر. به خاطر هنرت. هنرمند جاش تو زندان نیست دوست خوب من. را بیافه با جناب سروان منتظرت را بیافه. قاسم یه نگه بایسته. بابا دمتون دمادم عجب آدمایی هستی شما. به دلم نشست عجب حرف قشنگی زدی. هنرم من فهم گرم دیگه عشق تو رگوریشه این مردم خوش شده. نگو هنوز هستن انسان‌هایی که قاسمی من باید اینو یه ترانه بسرایم. میتونی داروشم پیتیری میگه؟ داروشم پیتیری نمیخواد چیزی بگه بابا اینجا کلانتریام. آره حالا فرصت برای شعر گفتن خیلی زیاده ببینم تا چه نگرت میدارن. حالا اونش فعلا معلوم نیست بعد ببرنم دادگاه بعد اونجا قاضی بیاد تعیین کنه. ولی خب میدونی ما که عادت داریم برای همیشه پیش قاسمی جونیور زحمت میدیم. میدونید دوستای خوبم یه هنرمند اگه میخواد صداشو به گوش جامعه برسونه باید هزینه هاشو پرداخت کنه. تو چرت و پرت میگی پولو مردم والا که چیزی آوردن از اینجا. ببینیم آقای قاسم خواهش میکنم یه لحظه فقط یه لحظه ببین وسایلت کجاست. ببین وسایل کل وسایل باند و آمپ. آقای قاسم خب ببین قاسم یه لحظه ولی ببین شما نگران نباشید شما برید من باید تا روز دادگاه سند بذارم بیام بیرون. امروز سند میذاری دیگه نه بابا سندم کجا بود حالا مهمونه قاسم جو اینا بدرود خدا بدبخ شدیم.
موفق شدیم. آخه داشتم خفه میشدم، هوای کلانتری بهم نمیسازه، پلیس میبینم خفه میشم. خب حالا باید چیکار کنیم؟ هیچی دیگه، سند میذاریم درش میریم. حالا سند از کجا بیاریم؟ معلومه سند از کجا میارن دیگه، جعل میکنن. شما سند جعل میکنین؟ نه، ولی یکی میشناسیم استادش. ببین همه اینا رو ول کن، اینو فقط بگم که من عاشق ماشین شاسی بلندم، نرم لطیف هیدره بالا، برش میدارم از خودم. ببین تو این موقعیت تو چه فکریه؟ ببین چی داری میگه؟ نمیتونم. چرا نمیتونم نگرش دارم؟ به جان خودم این جری سقیله داره ما رو تعقیب میکنه. بریم بریم تاکسی. کارتون خیلی تمیزه، خسته نباشی. تو کار جعل سند رو دست آقا شاپور پیدا نمیشه. هر مدرکی بخوای از اصلش برات بهتر میزنه. پایان خدمت، معافی، دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس، دکترا، هر چی و غیره و ظالم. همین گواهینامه خودت هم آقا شاپور زدن. واقعا؟ نمیدونست. میدونست، یادت رفته. نمیدونم ادون. ببین آقا شاپور، ما این سند رو قراره ببریم کلانتری، و اگه بو ببرن شک کنن که جعلیه، هممون بیچاره ایم. ما گفته باشن. ببین اگه به کاری من شک دارید پاشید برید جای دیگه. آقا شاپور ببخشید. آقا شاپور غلط کرد، سرش خورده یه جایی، مخش تکون خورده، نفهمه، نمیفهمه، نفهمیده، نفهم. من منظوری نداشتم آقا شاپور، ببخشید. ببین الان نگاه نکن آقا شاپور با وقت قبلی کار میکنه ها، یه موقع صف دم خونه آقا شاپور از صف دم گذرنامه طولانی تر بود. نه یادش بخیر، نصف مدرک تحصیلی محل رو من دادم. همین آقا داود دیدی دیپلمشو من بهش دادم. بله، با معدل 10 همونم زیادته. آقا شاپور اصلا میدونی چیه؟ من جای وزیر آموزش پرورش بودم و از شما به خاطر ارتقای فرهنگی علمی بالا بردن سطح کشور تقدیر میکردم. چیه که قدر بدونه؟ بفرمی.
سلام. شما رو واسه چی گرفتن؟ ما رو نگرفتن، ما خودمون اومدیم. آها، از این شاکی ماکی هاییم پس. خدا نکنه زبونتو گاز بگیر، شاکی ماکی. اومدیم سند بزنیم رفیقمون رو آزاد کنیم. دمت گرم. مکرتم. هنوزم مرد پیدا میشه. چیکتم هستم. تو رو واسه چی آوردن؟ هیچی. واسه انقدر مواد همین دروغ میگه آقا، 200 گرم ازش مواد گرفتن. مرد حسابی 200 گرم انقدره؟ پس چقدره؟ 200 گرم دقیقاً انقدر ساکت آقا، ساکت. چیه داری توضیح میدی؟ تازه 200 گرم هم که باشه چیزی نیست. چیه 200 گرم ازت مواد گرفتن میخوای به جایزه هم بدن؟ جان جوانای این مردمو معتاد میکنی، طلبکارم هستی؟ اگه شما مامور مواد مخدری اصلا به تو چه؟ بفرما، بشین، شما هم ساکت. بفرما آقا، بفرما. آقا ببخشید، سرکار، ببخشید. این دوست من یه خود درگیری داشته، تو این هیلیویلی یه چیزی هم خورده تو کلنش، یه نموره عصبیه، ببخشید. درگیری داره که داره. قرارش که به من توهین کنه. خیلی زیاد دیگه داره. ای بابا بشین آقا، گفتم بشین، بفرما بشین. آقا بشین. سرکار میگی آقا، کلانتر میام. اینجا ببینم. خب رو. تو چی اینجوری شدی؟ جوونا رو معتاد کردی طلبکار من، چجوری شدم؟ همینجوری حرف عجیب غریب میزنی؟ دارم میگم داره جوونای مردم رو معتاد میکنه، حرفام این حرفام عجیب غریبه. نه خب راست میگه. چی راست میگه؟ نه تو میگی عجیبه. آره بله، حالت خوب نیست. اتفاقا حالم خیلی هم خوبه. نمیدونم، شاید باید اون ضربه حتما میخورد به سرم تا من یک کم به خودم بیام. دیشب میدونی چی خواب دیدم؟ خواب دیدم پلیس شدم، خودم دارم خودم رو دستگیر میکنم. باورت میشه؟ نمیدونم، شاید همه اینا نشونه است، یه چیزیه که من یک کم به خودم بیام. خیلی بد حرف میزنی، دقیقا این سریال های آبگوشتی تلویزیون. یارو تش متحول میشه. شما گرد این ها همه نشانه های آقا بفرمایید داخل. خیلی خوب، خیلی خوب، بریم. سند خودتونه؟ بله. سلام. بله بله، عرض کردم خدمتتون، یه دو تا کپی ازش بگیریم، در خدمتتون هستم. بله، خواهش میکنم. همینجا ساکنی؟ کجا؟ همینجا که سندشو آوردین. بله همونجا. بچه محلیم. جناب سرمون بابا دمت گرم. پس حالا که بچه محلی مبایی رفیق ما هم داشته باشدیم. تو کار بچه محل و همسایه و فامیل با غریبه هیچ فرقی برای ما نداره. خب به هر حال شما که مرد قانونی بخوای پارتی بازی کنی دیگه وای بای چه شبه. شما با آقای جوانی نسبتی دارین؟ رامبد جوانی، داریوش جوانی. داریوششون من آشنایی نمیم. داریوش هم بابا چرا زودتر نمیگی؟ جناب سروان داریوش بعد دوستمونه. دوستتون و فامیلیشو نمیدونی؟ نه نه که نمیدونیم، نه که ما دوستای خیلی صمیمی. بله همش اسمای کوچیک هم دیگه رو صدا میکنیم، با فامیلی هم دیگه رو صدا. اینی که بعضا یادمون میره اصلا، یعنی فامیلیمون. بله داوود، داریوش، ناصر. همکارش هستی؟ نه خدا نیاره اون روزی که ما همکار این بچه باشیم. این اصلا به ما میاد؟ نفهمم. پس برای چی اومدیم واسش سند بزنیم، نازلش کنیم؟ به خاطر پدر و مادر پیر و مریضش. نمیدونی چه زجری از دستی میکشن جناب سرور. مادرشو که میگفت فوت کرده. خدا رحمتش کنه. بله خدا بیامرزدش. خدا بیامرزدش. روح مادرشو عزیز کردم، خیلی زجر میکشه. اصلا مادرش منده خدا از کارهای همین بچه دق کرد مرد. خدا رحمت، خدا رفتگان شما رو هم خدا رفتگان. میگفت 5-6 سالم بوده مادرم فوت کرده. بابا چه اطلاعات دقیقی.
5 6 سالش بوده. خب از همون 5 6 سالگی شروع کرده این کارا، چه الان این شده؟ جناب سرور شما یه جوری دارید به اون سند نگاه میکنید که آدم فکر میکنه تو جهل. شوخه جناب سرور، بچه معلمونه. سند که باید بره دادسرا. دادسرا؟ دادسرا واسه چی؟ برای کارشناسی، برای صدور قرار وثیقه. مگه نمیخواین آزاد بشه؟ بابا چقدر کاغذ بازی. حالا نمیشه شما خودتون این مراحل رو انجام بدیم، ما دیگه تو این ترافیک نریم نیایم دود و گازوئیل و سند باید تو دادسرا کارشناسی بشه. بعد ببینم اگه خدایی نکرده، شاید اگه مثلا یه سندی جعلی باشه میفهمن. اصلا کارشون همینه، محال یه سند جعلی از دستشون در بره. چه خبره؟ چه خبره؟ چه ماره؟ ببخشید دستشویی کجاست؟ بیرون تشریف ببرید سمت راست. سلام بفرمایید. من با این دایوش صحبت کردم، قرار شد هفته آینده پول منو بده. من خواستم رضایت بدم، چیکار باید بکنم؟ خیلی عذر میخوام آقا، کدوم داریوش؟ همین خواننده. رضایت. جناب سروان، بابا دمت گرم. جناب سروان، داریوش ما رو میگه. این پس اگه ایشون رضایت بده، داریوش آزاده، حله؟ بله، مشکلی نیست. ممنونم. آقا من از طرف داریوش از شما تشکر میکنم. خیلی بزرگواری کردید، خیلی ممنونم. خیلی ممنونم. بفرمایید. بایزتون خیلی خوشحال شدم. خسته نباشید. ببینم من یه چیزی متوجه نمیشم، شما اومدی بودی اینجا واسه سند بذاری؟ بله دوست خوب من. خب برای چی؟ خب به خاطر اینکه میخواستیم بهت کمک کنیم دیگه. به من کمک کنی؟ آره. چقدر سوال میکنی، کار بدی کردیم خواستیم کمکت کنیم. کار بدی که نکردیم، ولی آخه شما که من نمیشناسین، من شناختنی یودونامی. خب چه فرقی میکنه، حتما باید یه کسی رو بشناسی که بهش کمک کنی. کمک دیگه مگه؟ بله. پیرو صحبت‌های تأکیدی دوست خوبم ناصر، تأکید مؤکد می‌کنم. مگه زورو به کسایی که کمک می‌کرد می‌شناخت؟ یا بتمن؟ و یا آیا مرد عنکبوتی یک حتی دو؟ خیلی خب، حالا ببین وسایلت کجاست؟ وسایلم؟ که شما جاسوسین؟ جاسوس ما؟ بله، از همه عناصر خودفروخته‌ای که میانی براب دست هنرمنده آرتیست‌های مثل منو میگیرن، میبرن اون براب براشون کنسرت بذارن، اسپانسرشون کنن، گولشون بزنن، بعد همینجوری بهمون خدا برشون کنن. ولی نه، اشتباه اومدین. داروش امپیتری این کارا نمیکنه. داروش امپیتری متعلق به همین مردم مرزوبوم خودش. هنر من به همین مردم مرزوبوم خودم تعلق داره. جانم جوانی. آفرین. آفرین محکم. جانم جوانی. آفرین. آفرین. ما بهت افتخار میکنیم. آفرین. ولی من چیکی نیاتون میکنم، چی تیپاتون، تیپا تایپتون نمیخوره به این حرفا. خفن نیستین. چی عرض کردی دوست خوب من؟ خفن نیستیم؟ پس این چیه؟ این چیه؟ خفن تر از این؟ آقا جا اینا رو ولش کن. وسایلت کجاست؟ وسایلم؟ کدوم وسایلم؟ همون بلنگو ملنگو ها دیگه. آه اونا برای من نبود. ها! خب الان مال هر کی بود، الان کجاست؟ آه اونا مال شوهر خالم بود، بعد همون دیشب اومد بار زد رفت برد؟ آره برد. ولی شما نگران نباشید، مهم اینه که من دیگه آزاد شدم، برگشتم به آغوش طرفدارانم، به هوادارانم و میتونم به موسیقی مرزبومم خدمت کنم. اتفاقا یه ترانه‌ام در همین مورد توی حبس سرودم که بشنوی حال میکنی. ببین میگه که حالا که من این تو هستم چرا اینجا نشستم، چرا خیس دستم، چرا مثلا چرا بیرون نیستم، چرا حالا که تو هستم چرا اونجا ننشستم. حبس مال مرده، مرد مال حبسه، حبس مال برانه های من، خیلی خل هستن، خیلی خسته. حبس مال خودش. خب بریم برش داریم. بخوری زحمت نکش. چرا؟ پلان پر. ها؟ خب
من نمیفهمم ما چرا اینقدر داریم بدشانسی میاریم. یه چیزی بگم؟ بگم خواهر گلم. شاید اصلا قسمت اینه که شما این ساکر رو پیدا نکنی. نمیدونم من خودم هم همش دارم به این فکر میکنم که اینی که ما همش داریم به بنبست میخوریم یه نمیدونم. ببین خب تو که تصمیم داشتی این کارو بذاری کنار کلا، خب شاید یه نشونه است که از همین الان این کارو بذاری کنار. مهندس چی کار کنیم؟ من باید زنده بمونم که این کارو بذارم کنار یا نه؟ پیرو صحبتای تاکیدی خواهر خوب و مهربانم فریبا جان، منم تاکید مؤکد میکنم که ما یاد بگیریم که برای به دست آوردن هر چیزی باید زحمت بکشیم. خیلی از اساتید در موردش صحبت کردن، یه ضرب المثل خیلی معروفم هست در موردش که میگه، حالا یادم نیست ولی گنج و رنج رو یادمه که توش داشت. خیلی هم ضرب المثل چرتیه. چرا چرته؟ کجا چرته؟ برای اینکه یکی بعد بره یه عمر زحمت بکشه، جون بکنه، پول جمع بکنه، بره ماشین بخره، اون وقت یکی بتونه یه شاکری داشته باشه، سوار همون ماشین بشه راحت. ایو، تو حالا از این زاویه بهش نگاه نکردی؟ بله، برای اینکه به تو شاکری دم بدن، انقدر بیورزه که بعد بره یه عمر جون بکنه. صد دفعه نگفتم جلو هر کس اون کسی با داش گل دست دیگه تمومش کنین. یه فکری به حال این بدبختیمون بکنین. ببین بگو. به این بگو که هم ارزه داره هم شاکلیت داره، بگو شب بیاد در رو با کنه کیف رو ورداریم بریم خلاص دیگه. هم ارزه دارم هم شاکلیت دارم تا چشت درات بازش نمی کنم. چرا مثلا؟ چرا؟ بلکه هیچ احمق به جست و جلو آگاهی نمیره دزدی. وای بدبخ شدی. من خوشخیانو بگو فکر میکردم دیگه ما پلیس سر کار نداریم. آخه این همه مغازه صاف باید با مغازه کار داشته باشیم که روبری آگاهیه. خاک تو سرمون، واقعا خاک تو سرمون. اگه خودمون یه آشپزخونه زده بودیم، شیشه تولید کرده بودیم، تا حالا دو برابر اون کیفه پخ کرده بودیم. سلام علیکم پلمبه. سلام، ممنونم، دیدم پلمبه. تفلی رو همین دو ساعت پیش مأمور اومدن مغازه‌شو پلمب کردن. چیزی لازم دارین؟ بله ما سیستم صوتی می‌خواستیم. تشریف بیارین مغازه بغلی، خودم در خدمتم. خیلی ممنون ولی ما این بلنگو رو می‌خواستیم. این جنسای خوبی نیستا. این چینیا صدای یه گز داره همچین. تشریف بیارین اصلشو دارم. قیمتش هم زیاد توفیری نداره. لطف دارین ولی ما همین جنس چینیشو می‌خوایم. هرجو خودتون سلام می‌دین. من به خاطر خودتون میگم به این جنسای چینی اعتباری نیستا. آقا جون ما همین بلنگوهای چینی رو میخواییم باشه؟ آخه چرا؟ داداش گیر دادی یا؟ اصلا ما عاشق جنس چینی هم، از چین خاطره داریم، خیالیه؟ اشکال نداره، ما تابع مشتریم، تشریف بیاری چینیشو میدم خدمتتون. آقا ما از همین مغازه میخواییم بلنگوه اجاره کنیم، از خود آقا فریدون. چه فرقی میکنه؟ ما با خود آقا فریدون هم خاطره داریم، خیالیه داداش؟ باشه، هر جور راحتی. ولی من فکر نکنم این مغازه حالا حالا باز بشه. برای چی پلمبش کردن؟ زنش ازش شکایت کرده. زنش ازش شکایت کرده؟ چرا؟ زنش صاحب ملکه. اینا یه زوج عتیقی هن که نگو. هر چند وقت یه بار با هم دیگه دعوا میکنن. همین چند وقت پیش زنه اومد شیشه های مغازه رو کلن ورد پایین. شیشه آخ اگه این زن من بود. ولی من تا حالا هیچ وقت فکر نمیکردم کار به پلمب بکشه. انگار این دفعه قضیه جدیه. خب برش کنیم. چیکار کنیم؟ تشریف بیاریم مغازه، خودم در خدمتتون هستم. هر جو خودتون سلاح خودتون میدونی. شما آدرس این آقا فریدون رو دارین؟